35 مهاجر سرگردان در سواحل بودروم ترکیه از خطر غرق شدن نجات یافتند. در سواحل شهرستان بودروم استان مغولا 35 مهاجر غیرقانونی داخل دو قایق لاستیکی نجات داده شدند. همچنان نیروهای گارد ساحلی ترکیه در پی دریافت اخبار مربوط به سرگردانی دو قایق لاستیکی که عامل مهاجران غیرقانونی در سواحل بودروم بوده است، از سوی عناصر یونانی با آبهای ترکیه به طور غیرقانونی به عقب رانده شده بودند، عازم منطقه می شوند. قایق‌های لاستیکی که عامل 35 مهاجر بودند، از سوی نیروهای گارد ساحلی ترکیه متوقف شده و سرنشینان آن از خطر غرق شدن نجات یافتند. مهاجران پس از انجام امور لازمه به اداره مهاجرت شهر مغولا تحویل داده شدند. دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که افغانهای تخلیه شده از افغانستان به فرانسه از کمبود خدمات روانی رنج میبرند. در گزارش این سازمان آمده است که بسیار از افغانهایی که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به فرانسه تخلیه شدند، هنوز هم از آسیب‌ها و بیماری‌های روانی رنج می‌برند. در خبرنامه‌ای که از سوی دیدبان حقوق بشر منتشر شده است که با تصرف کابل توسط گروه طالبان در ماه آگوست، تعداد زیاد از افغان‌ها ناگهانی کشورشان را ترک کردند، در حالی که اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان باقی ماندند، دچار بیماری‌های روانی شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر، آن عده از افغان‌هایی که با دولت‌ها و نظامیان خارجی کار کرده بودند و یا در حکومت افغانستان، ارتش و اداره امنیت ملی آن پست‌های مهم را در اختیار داشتند، در برابر خطر جدی سرکوب قرار گرفتند. یک پژوهشگر در بخش حقوق افراد معلول می‌گوید که بیشتر این افراد که وارد فرانسه شدند و در مناطق مختلف پراکنده هستند، با دشواری‌های روانی مواجه هستند. اگرچه برخی از افغان‌ها توانستند با سرعت به خدمات صحی روانی دسترسی پیدا کنند، اما برخی دیگر در این امر با مشکل دچار هستند. خبرنامه می‌گوید که اگرچه دولت فرانسه تلاش‌های زیاد را برای پذیرایی و اسکان سریع افراد تخلیه شده انجام داد، اما تعداد از افغان‌ها در تماس با دیدبان حقوق بشر گفتند که از اضطراب، دپرشن، بی‌خوابی و گاهی فشار روانی از جمله نگرانی بعد از آسیب دیدگی رنج میبرند. به گفته این پژوهشگر، افغانهای ساکن فرانسه هنوز هم به حمایتهای روانی نیاز دارند و درسهای ناشی از تخلیه نظامی از افغانستان در گرماگرم پذیرایی از اوکراینی ها در اروپا نشان میدهد که سلامت روانی افراد باید در اولویت قرار بگیرد. کشور فرانسه طی دو هفته بعد از سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگوست بیشتر از 3000 نفر را از جمله 2630 افغان را از افغانستان تخلیه کرد. رقم مهاجران جان باخته در نزدیک سواحل تونس به 25 نفر رسیده است. پس از غرق شدن یک قایق در نزدیک سواحل تونس، دست کم 25 مهاجر جانهای خود را از دست دادند. احتمال می رود که 35 سرنشین دیگر این قایق هم غرق شده باشند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که در اثر غرق شدن یک قایق عامل مهاجران در نزدیک سواحل تونس 25 نفر جان باختند. این قایق 60 مهاجر را عامل می کرد که شمار بیشتر آنان شهروندان سوریه و تونس بودند. به گفته این نهاد بین المللی، بیم آن می رود که 35 سرنشین دیگر این قایق هم غرق شده باشند. این مهاجران تلاش می کردند که با عبور از بحیره مدیترانه وارد ایتالیا شوند. یک مقام مسئول تونس به خبرگزاری رویترز گفته است که گارد ساحلی این کشور 12 جسد را روز گذشته و 8 جسد را روز شنبه از آبها بیرون کشیدند. در ماهای اخیر ده ها مهاجر که تلاش رسیدن به قلمروی اتحادیه اروپا را دارند، در بحیره مدیترانه جان باختند. در این اواخر موارد تلاش برای رسیدن به ایتالیا با عبور از بحیره مدیترانه بار دیگر رو به افزایش بوده است. در سال 2021 میلادی نیز صدها هزار مهاجر سعی کردند از این مسیر دشوار و خطرناک عبور کنند تا به قلمروی اتحادیه اروپا برسند. تلاش برخی از این مهاجران ناموفق بوده
و در مسیر را جانهای خود را از دست دادند.